تابه چی بود؟ ما گفتیم مقادیر مجازی که میتونید به جای X جایگذاری کنیم و تابمون یک میدان تعریف شده داشته باشه. مفهوم دامنه تابه این بود. ولی خب ما اومدیم با مثلا حالت خاص توابع رادیکالی، توابع لوگاریتمی، مثلثاتی، کسری ها مواجه شدیم و گفتیم چجوری میتونیم برای اینها تعیین دامنه کنیم. ولی تعریف کلی دامنه اینکه محدوده x برای اینکه مقدار تابع تعریف شده باشه رو توی ذهنم من دارم و با توجه به اینکه توی سوالات تستی ما گزینه رو داریم، یعنی مقادیر رو به ما دادن، میتونیم از اونها استفاده کنیم. سوال کنکور سراسری بود دیگه، درسته؟ ببینید یک تابع هستش، لوگاریتم داره، کسر داره، رادیکال داره و واقعا سوال سنگینی هستش. اگر من میخوام محاسباتش رو تک به تک انجام بدم، دامنه لوگاریتم پیدا کنم، دامنه رادیکال پیدا کنم، دامنه کسر پیدا کنم، اشتراک گیری کنم، برای من سنگین خواهد بود. به جای این میام از اختلاف گزینه‌ها استفاده می‌کنم. ما بارها تاکید کردیم برای سوالات دامنه استفاده از اختلاف گزینه‌ها بهترین روش هستش. چجوری استفاده می‌کنم؟ ببینید اگر شما گزینه‌ها رو با هم مقایسه کنید، الان گزینه 3 و 4 تون 0 رو داره، منفی 1 تا 2، منفی 2 تا 1، ولی نه گزینه 1 و نه گزینه 2 هیچ کدوم 0 رو نداره. پس من چی رو انتخاب میکنم؟ صفر رو انتخاب میکنم که مرحله اول. اگر صفر رو جایگذاری کنم میشه لوگاریتم صفر به توان دو صفر منهای صفر منهای دو منفی دو، چون اصلا فرصت نمیده که من بیام به جای کسر و مخرج و زیر رادیکال هم جایگذاری کنم. همینجا میبینم لوگاریتم یک مقدار منفی تعریف نشده هستش و امکان نداره. در نتیجه گزینه 3 و 4 که میگه 0 رو دارم حذف میشه. میمونه گزینه 1 و 2. اختلاف گزینه 1 و 2 چیه؟ ببینید مثلا گزینه 2 میگه من 2 رو دارم، ولی گزینه 1 2 باز هستش نداره. یا گزینه 1 شما اگر نگاه کنید منفی 2 رو داره، گزینه 2 منفی 2 رو نداره. من از خود 2 کمک میگیرم. اگر 2 رو جایگذاری کنم چه اتفاقی میفته؟ میشه لوگاریتم 2 به توان 2 4 منهای 2 منهای 2 4 منهای 4 3. باز هم به یک مقدار تعریف نشده رسیدم. یعنی ببینید گزینه ها رو یه جوری دادن که حتی لازم نیست من دوباره توی مخرج و زیر رادیکال هم امتحان کنم. میدونیم لوگاریتم 0 هم یک مقدار تعریف نشده هستش. پس گزینه که میگه 2 رو دارم، یعنی گزینه 2 هم هست، در نتیجه گزینه 1 جواب هستش. من از این سوال این رو هم نتیجه میگیرم. بچه ظاهر سوال هر چقدر سنگین تر باشه، مخصوصا که مفاهیم آشنایی مثل دامنه، مطمئنه یک راه حل ساده تر خواهد داشت.